سلام دوستان خدمتون عرض ادب دارم با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو بهتون عددها رو یاد میدم ارقام و عدد ترتیبی اول عددها رو کار میکنیم کنارش عددهایی رو که ترتیبی هستن مثلا اول دوم سوم اونا رو چه جوری میگیم خب سایلار یعنی عدد ها سرا سایلارو یعنی عدد ترتیبی سرا یعنی ترتیب بعضی وقتها به معنای صف هم هستش خب اعداد ترتیبی اون رو به این شکل درست میکنیم که فرمولمون اینه ما اینجا عدد رو میذاریم به اضافه پسوند اینجی حالا این پسند اینجامون چارگانه هستش یعنی با چهار صدای مختلف بنابر پسندی که بنابر هجای آخر کلمه ای که قرار بهش بچسبه با هماهنگی انتخاب میکنیم حالا چجوری انتخاب میکنیم طبق جدول هماوایی صدا تو ویدیوهای قبلی اینو بارها توضیح دادم برای کسایی که اولین بار ویدیو ما میبینن یه بار دیگه توضیح میدم کوتاه. حروف بالا صدای کلفت و حروف پایین صدای نازک هستن. وقتی که پسفندی میاد پسفند صدایی که داره هر حروف صداهای صداداری که پسوند داره باید با هجای آخر کلمه ای که بهش متصل میشه هماهنگ باشه یعنی اگر کلفت باید جزو صداهای صدای کلفت تو هجای آخر وجود داشته باشه باید پسوند رو دیرو انتخاب کنیم که صدای کلفت توش هست اگر صدای نازک رو داریم در هجای آخر کلمه اون وقت پسوند با صدای نازک انتخاب میکنیم این پایین رو اگر نگاه بکنید در صورتی که هجای آخر کلمه آ و یا ا باشه از پسوند انجه اگر ا و ای باشه پسوند اینجی اگر او و او باشه پسوند اونجو و اگر ا و او باشه پسوند اونجو رو داریم خب حالا بریم سراغ اعداد عدد یک و این نقطه که کنارش گذاشتم یعنی مثلا اولین بیر بیرینجی بیر بیرینجی ایکی ایکینجی ایکی ایکینجی دوستان دوباره نگاه بکنید صدای ای رو یک بار دیگه میگم مثل فارسی تلفظ نکنید اگر با لحجه فارسی بخوایم تلفظ بکنیم میشه ایکینجی خب با لحجه ترکی بخوای تلفظ کنید میشه ایکینجه ایکینجه کوتاه و یه مقدار بسته تلفظ میکنیم ایها رو ایکینجی نمیگیم ایکینجی اوچ. اچنجی اوچ. üçüncü. 4 dördüncü. دوستان ببینید اینجا کنار صدای ت وقتی که حروف وقتی پسوندی با صدای نازک میاد ت مون تبدیل به د میشه اینم گفتم که خدمتتون عرض بکنم بش بشینجه بش Beşinci, beşinci ne miyim? Ho, miyim beşinci. Altı, altıncı. Altı, altıncı. Yedi, yedinci. Yedi, yedinci. Ho, yetoz ee, iyi beğen. Bazılarıca besedi iyi. وقتی که ای مخصوصا در آخر کلمه میاد کوتاه تلفظ میشه یعنی تلفظش بیشتر شبیه صدای او میشه تا صدای ای خب مثلا اینجا میگم یدینجه یدی اینجا ای رو اگه یه مقدار هم کشیده تلفظ کنم ای آخر رو کوتاه تلفظ میکنم 8 8. 8 8. 9 9. 9 9. 10 10. 10. 10.

Hala ye çok 16 16. 16 16. 17 17. 17 17. Dikkatk'niz 17 miyim. 17. 17. 17. 17, 17. 17, 17. 17, 17. 18 18. 18 18. 19 19. 19 19. صدای او رو هم دقت بکنید با صدای اوی فارسی یک مقداری فرق میکنه مثلا نمیگم اون دو کوزون جو خب نمیگم اون دو کوزون نمیگم میگم اون دو خیلی باید گوش بکنید تا مغزتون دقیقا اون صدا رو تولید بکنه بیشتر از اینکه سعی کنید تلفظ کنید بیشتر باید گوش بکنید و تقلید بکنید خب اون اونجو. 20، 20 یرمینجی

ال ل ال الجی نمیگم ال دوستان یادتون نره دفتر یادداشت و این حرفها همه رو یادداشت بکنید و اینکه این ویدیو رو واسه تلفظاش و اعدادش چندین بار نگاه بکنید که واسه‌تون تکرار بشه. اگر تکرار نکنید هیچچی یاد نمیگیرید. بهتون قول میدم. 60 60. 60 60. 70 70. 70 70. 80 80'inci 80 80'inci 80. 90 90'ıncı 90 90'ıncı 90. 100 100'üncü 100 100'üncü 100. اعداد رو تا سا... تا 100 بهتون گفتم اه... همینا رو کنار اعداد تک بذارید اه... خودش چیز میشه مثلا 61 میشه 61 72 میشه 72 82 میشه 83 94 میشه 94 عدد های دیگر کنارش بذارید عدد خودشون جور میشن از این طرف دیگه میتونید ویدیوهای یک تا صد زبان ترکی رو نگاه بکنید مثلا بنویسید ترکش لنگویج یک تا صد یک و صد رو کنار هم بذارید دونه دونه براتون میگه ویدیوهایی هستن که تو هر زبونی اعداد رو از یک تا صد دونه به دونه میگن میتونید به اون ویدیوها هم یه سری بزنید خب بین هزار بین اون بین اون بین یوز بین یوز بین بیر میلیون، بیر میلیون، بیر میلیار، بیر میلیار اینا رو هم گفتیم. ها، یه توضیح دیگه بدم. این فرزن عددهایی که کنار همیشه، هم مثلا ما میگیم دیویستو، پنجاهو یعنی اون وسطش یه دونه و میذاریم خب توی ترکی اینجوری نیستش دونه دونه همون عدد رو کوچولو کوچولو قسمت قسمت میگید بینشون و نمیذارید تیکه تیکه کنار هم میگید خب اینا رو بگم به اضافه آرتی آرت به معنی مثبت هم هستش یعنی بخواید بگید فرزن مثبت دو میگید آرت ایکی اکسی اکسی به معنی منها به معنی منی ببخشید منفی هم هستش مثلا بخواید بگید منفی هشت میگید اکسی سکیز و یا منفی بیست اکسی یرمه ضربدر در میشه چارپه. مثلا یک ضرب در دو میشه بیر چارپو ایکی تقسیم میشه بلو مثلا چار تقسیم بر دو میشه دورت بلو ایکی بلو خب چی شد؟ آرت اکسی چارپو بلو یوزده یوزده یعنی درصد قبلش یوزده میاد بعدش عدد میاد مثلا بخوایم بگیم صد درصد میگیم یوزده یوز بخوایم بگیم بیست درصد میگیم یوزده یرمه اگه تبلیغات رو نگاه بکنید این کلمه رو زیاد میشنوید چون مرتب مثلا تخفیف میزنن و اینا و یا سود بانکی رو میگن زیاد میشنوید خب مساوی میشه اشیت اشیت یعنی مساوی اشید دیر یعنی مساوی است فسفنده بودن رو داشتیم دیر اگر یادتون باشه اینجا استفاده میشه است فعل است خب یه چند تا مثال بزنیم اینجا ایکی کشه ایکی کیشه ببینید نمیگم ایکی کشی خوب ایکی کشی میشه فارسی نه میشه ترکی میگم ایکه کشه دو نفر ایکنجه کشه ایکینجه کشی نمیگم ایکینجه کشه یعنی نفر دوم اتوز اکینجی گن. اتوز گن. اتوز یعنی سی و اتوز اکینجی میشه سی و اتوز اکینجی میشه روز سی و اون ده آرت بش به اضافه پنج اشید مساویس با یه یه جمله رو کامل میخونم. 10 5 15. میشه 10 به اضافه 5 به مساویس با 15. 100 %46. یعنی میشه 46 درصد. خب دوستان لایک یادتون نره. تمرین بکنید، اعداد رو حفظ بکنید. هر سوالی هم داشتید خواهشم بپرسید من بهتون جواب میدم بابت کامنت های خوبتون متشکرم بعد سابسکرایب دکمه زنگوله رو بزنید که وقتی ویدیو میذارم لایو میذارم خبردار بشید خیلی ممنون از حمایتاتون موفق باشید